آقای انصاری، خوش آمدید. با سلام به شما، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید. جناب سربی، من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. و امروز اول فکر کردم من مطلبی رو نوشتم در مورد پیدا و پنهان شهریار آهی و ایجاد زمینه جنگ داخلی در ایران، چون مسئله جنگ داخلی من فکر میکنم الان خیلی جدی هست و کسی بهش متاسفانه توجه نمیکنه. در نتیجه فکر کردم که این نوشته رو که فکر میکنم ممکنه یه 40 دقیقه طول برای شما بخونم و شما هم در ضمن همون جوری که فرمودید اون عکس‌ها رو نشون بدید که بینندگان عزیز از حوصله‌شون سر نره، و بعد از اون شما و بینندگان هر سوالی که داشته باشن من در خدمت هستم که خدمتتون جواب عرض بدم. اجازه بدین که به دوستان بگم این نوشته شما در فیسبوکتون هست و من صفحه فیسبوک شما رو هم نشون میدم. بفرمایید. و پس من شروع میکنم به خوندن، در نتیجه دیگه من روم به کاغذ خوندن هست و بعد انشالله بعد که تمام شد دیگه بعد شروع میکنیم به سوالایی که دوستان و برادران ما دارن، ما این رو جواب بدیم با اجازه. پس شروع بکنم جناب؟ بله بفرما. تصویر خوب هست؟ تصویر عالیه، از این بهتر امکان نداره. خدا پشت و پناهتون باشه. خوبم، به نام خداوند بخشنده مهربان، با توکل به خداوند انشالله. خداوند پناه به تو میبرم از شر وسوسه های شیطان مردود. خداوند در سوره احزاب آیه 70 میفرماید ای اهل ایمان، متقی و خدا ترس باشید و همیشه به حق و صواب سخنگویید. خداوند در سوره اسراء آیه 36 میفرماید و هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداری دنبال مکن، که چشم و گوش و دلها همه مسئولند. خداوند در سوره اسراء آیه 80 میفرماید و بگو بار الله مرا به قدم صدق داخل و با قدم صدق خارج کن و از جانب خود حجت و بصیرت روشنی که دائما یار و مددکار باشد عطا فرما. خداوند در سوره فاطر آیه 6 میفرماید شیطان سخت شما را دشمن است، شما هم او را دشمن دارید. او حزب و سپاهش را فرا می‌خواند تا همه اهل دوزخ باشند. به نام خدایی که یکی است و به غیر از او خدایی نیست، همه چیز از او و در احاطه قدرت اوست. از او آمده ایم و به او باز می‌گردیم. برادرم جناب آقای فرامرز دادرس که برای ایشان احترام بسیار قائل هستم، نوشته زیر در فیسبوک خود به تاریخ 29 مه 2018 نوشتم نقشه جغرافیایی تازه ایران، برگزاری کنگره ملیت‌های ایران فدرال جدایی طلبان در استکهلم زیر نظر سازمان CIA در روزهای شنبه و یک شنبه 26 و 27 ماه مه 2018 میلادی، 13 سازمان جدایی طلب زیر نظر شهریار آهی مأمور بازنشسته سیاه جلسه‌ای در استکهلم سوئد تشکیل داد. در این جلسه درباره مرزهای آینده مناطق جدایی طلب توافق‌های انجام شد و قرار شد زیر نظر آمریکا نقشه تازه جغرافیایی برای ایران آینده ترسیم گردد. شهریار آهی از مشاوران نزدیک و خزانه‌دار آقای رضا پهلوی بود و این شخص میان سال‌های 1980 تا 1988 در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در آمریکا ماهانه 150 هزار دلار از آمریکا دریافت میکرد. از این مبلغ ماهی 50 هزار دلار به پرویز ثابتی مدیر اداره سوم ساباک که در آمریکا به سر میبرد میپرداخت و 100 هزار دلار باقی مانده را خرج فعالیت‌های میهن‌پرستانه شهریار ایران زمین رضا شاه دوم میکرد. بعد نیست این کنگره یک کپی از نقشه جدید جغرافیایی ایران و تقسیمات کشوری را منتشر کنند تا مردم ایران بدانند که در آینده جزء کدام قوا جدایی طلب می باشند و شناسنامه و پاسپورت کدام کشور ایرانستان را دارا خواهند بود. با توجه به این نوشته و فعالیت‌های فعلی سیاسی آقای آهی و با توجه به تبحر قابل ملاحظه‌ای که آقای آهی در متقاعد کردن مخاطبین خود دارد، لازم دیدم تا آنچه از شخصیت ایشان را به شخصه تجربه کرده
و یا از نزدیکان شنیدم را در اختیار عموم قرار بده. من در مورد آقای آهی قضاوت نمی کنم. قضاوت با خداست. چون آقای آهی در امور سیاسی ایران فعالیت می کند، حق ملت ایران است که ایشان را بهتر بشناسد تا انشالله بتواند نه در تاریکی بلکه در روشنایی و با چشم بازتر به همکاری خود با آقای آهی ادامه بدهند. تجزیه و جنگ داخلی به نفع ملت ایران نیست. در شروع اساسنامه کنگره ملیت های ایران فدرال آمده است انقلاب بهمن ماه 1357 هجری شمسی 1979 میلادی که علیه استبداد، تبعیضات و نابرابری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر مردمان ایران بود، این آمده. حالا من از آقای آهی سوال میکنم، آیا آقای آهی با این گفته اساسنامه موافق است؟ حال به شرح قسمتی از تجربیات و شنیده‌ها یه بیواسطه و آنچه از شخصیت آقای آهی میشناسم میپردازم. باید از آن کنم که من حدود 30 سال است که با ایشان به صورت حضوری ارتباطی نداشتم. انشالله مطالب زیر مورد توجه حالا بینندگان عزیز قرار بگیرد. من مطالب را به دو قسمت سیاسی و غیر سیاسی تقسیم میکنم. موارد غیر سیاسی، آقای دکتر آهی و دکتر هوشنگ رام. دکتر هوشنگ رام رئیس بانک عمران در زمان شاه و دایی آقای شهریار آهی بود. قبل از انقلاب آهی در سمت معاون بانک عمران با دایی خود کار میکرد. بعد از فیروزی انقلاب دکتر رام در ایران بود و قصد خروج از ایران داشت. قرار میشود آقای شهریار آهی ترتیب این کار را بدهد. امکانات مالی لازم را از طرف دکتر رام در اختیار آهی قرار میگیرد. نقشه کار بر این بود که دایی جان به سواحل بوشهر رفته و خواهرزاده قایق‌های هوورکرافت انگلیسی برای نجات ایشان بفرستد. بر اساس این برنامه دکتر رام 3 روز پی در پی به محل تعیین شده در ساحل می‌رود و خبری از قایق‌های انگلیسی نمی‌شود. و در روز 3 مأمورین جمهوری اسلامی به بودن او در کنار ساحل که با راننده و آشپز مخصوص به آنجا می رفته مشکوک شده او را دستگیر می کنند. سالها بعد دکتر رام با وساطت خانوم خود که از اهالی قم و دارای ارتباطات و امکانات لازم برای آزادی همسر خود بود از زندان آزاد و به آمریکا آمد. دکتر رام خود واقع بالا را شخصا برای من تعریف کرد. آهی و آقای بهمن باتمانقلیچ. بهمن باتمانقلیچ که با دختر دکتر رام ازدواج کرده بود برای من تعریف کرد که قبل از ازدواج از آهی میخواهد تا از طرف او دختر دکتر رام را برای او خواستگاری کند. آهی قبول کرده و برای خواستگاری دختر دایی خود برای بهمن پیش دایی میرود. در آن جلسه به جای خواستگاری برای بهمن دختر دایی را برای خود خواستگاری میکند. دکتر رام به قدری عصبانی می شود که زیر سیگاری روی میز را به طرف آهی پرتاب می کند. داستان پرتاب زیر سیگاری را خود آهی برای من تعریف کرد. تا آنجا که به خاطر دارم بهمن باتمانقلیچ به خاطر این مسئله از آهی بسیار دلخور بود. آهی و قرآن. وقتی در سال 1981 میلادی آقای رضا پهلوی از من خواست تا به او بپیوندم، من در کاخ قبه به او اعلام کردم که به جز خداوند اربابی ندارم و تا روزی که راه خدا را برود مانند یک برادر با او هستم و روزی که نرود با او می جنگد. و رضا پهلوی چنان تحت تاثیر قرار گرفت که گریه کرد. بعد از آن که او شرط مرا پذیرفت و به شکر خداوند به او پیوستم، شاهد آن بودم که نه تنها نماز او قطع نمی شود بلکه بسیار اصرار و دقت در خواندن نماز سر وقت دارد. بعد از پیوستن آقای آهی به جمع ما در سال 1982 میلادی شروع به زیر سوال بردن آیات قرآن در نزد آقای پهلوی کرد. به خاطر دارم در رباط مراکش در جلسه‌ای من، رضا و آهی در دفتر رضا نشسته بودیم. آقای آهی مطرح کرد که در قرآن آمده است که خداوند زمین و آسمان ها را در ظرف 6 روز خلق فرموده و این از نظر قوانین فیزیکی عملی نیست. به هر دوی ایشان تذکر دادم که خداوند قادر مطلق است و به هر چه بگوید موجود باش موجود می شود و قدرت خداوند به اسباب عادی احتیاجی ندارد. همه چیز بر خداوند ممکن است. اینکه آقای آهی چقدر موفق شد آقای رضا پهلوی را از خداوند دور کند
خود آقای رضا پهلوی باید شهادت بدهد. آهی و آقای شهبازی در سال 1983 میلادی با هواپیمای خصوصی یک آمریکایی به نام میسن به همراهی رضا در فلوریدا از شهری به شهر دیگر می رفتیم. من و آهی و دکتر غلام حسین کاظمیان که مسئول کارهای رضا در آمریکا بود با هم نشسته بودیم. آقای شهبازی نیست که از مأمورین مخصوص بود و مسئولیت حفاظت رضا را به عهده داشت، در هواپیما همراه ما بود. آقای شهبازی با عصبانیت به طرف جمع ما آمد و به آهایی گفت ای مادر حالا من بقیهش نمیگم، پدرت را در می آورد. ای مادر فلان. بله ای مادر. من و کاظمیان جا خورده بودیم. آهی با خونسردی در مقابل این توهین آقای شهبازی سکوت و طوری رفتار کرد که انگار چیزی نشنیده است. چند روز بعد به مراکش رفتیم. من، رضا و آهی در دفتر رضا نشسته بودیم. آهی شروع به تعریف کردن از آقای شهبازی کرد که چقدر آقای شهبازی مرد خوبی است و بعد از چند جمله در وصف خوبی‌های آقای شهبازی ناگهان به رضا گفت من باید به اعلیحضرت بگویم که دیروز آقای شهبازی با ماشین مورد علاقه شما تصادف کرده و صدمات زیادی به ماشین وارد شده است. رضا با شنیدن این اتفاق سخت عصبانی شده و خواستار مجازات سخت آقای شهبازی شد. من به لطف خدا من کلی با رضا وارد بحث در دفاع و حمایت از آقای شهبازی شدم تا بتوانم مسئله را رفع و رجوع کنم. آهی و شاهدخ فرهناز. آهی در سال 1982 میلادی به دلایلی که در بخش سیاسی عرض خواهم کرد به جمع یاران سیاسی رضا پیوست. از همان اول قصد نزدیک شدن به فرهناز را کرد. در آن زمان نادر معتمدی دوست و همکلاسی رضا با فرهناز نزدیک بود. در آن تابستان رضا در خانه آقای اردشیر زاهدی در مونترو اقامت کرد. من و آهی و نادر معتمدی نیز به همراهی سایر آقای انصاری عذر میخوام. بله. شما اگه تلفنتون روشنه یا نزدیک کامپیوتره اونو خاموش کنید، اگه برنامه‌های دیگه رو کامپیوترتون روشنه اونا رو هم ببندید، چون بعضی وقتا تصویر شما فریز میشه. صداتون هیچ اشکالی نداره ولی تصویرتون فریز میشه. بفرمایید. اردشیر زاهدی در ما در خونه اردشیر زاهدی در مونترو اقامت داشتیم در تابستون سال 1982. من، آهی و نادر معتمدی نیز به همراه سایر دوستان رضا در این سفر حضور داشت. آهی خود را با نادر معتمدی نزدیک کرد و با او شبها به عرق‌خوری پرداخت. نادر معتمدی از سایر دختران و زنان دیگری که در زندگی او بودند برای آهی تعریف کرد و آهی نیز آن اسرار را به فرهناز بازگو کرد و روابط عاطفی فرهناز و نادر معتمدی را به هم زد. حال نوبت آهی بود که خود را جایگزین نادر معتمدی کند. در سفری که رضا به همان سال به آمریکا کرد، در خانه آهی در ایالت کنتیکت اقامت کرد. آهی از فرهناز نیز دعوت کرد که مهمان او باشد. برای اینکه با فرهناز تنها شده تا بتواند دل او را به دست بیاورد، دوست دختر خود را برای برقراری رابطه به رضا معرفی کرد تا رضا او را به دوست دختری خود قبول کرده و سرگرم شود. چون آن خانم از رضا چند سالی بزرگتر بود، آن خانم را به رضا بسیار جوانتر معرفی کرد. روزها این چهار نفر دو به دو با هم بودند. شبها که رضا و فرهناز به خواب می رفتند، آهی به سراغ دوست دختر خود که روزها را با رضا می گذران می رفت. محافظین رضا از آن مسئله عکس گرفتند. در جلوی من دائم آهی را تهدید می‌کردم که اگر دست از پا خدا کند عکس را به رضا نشان خواهند داد. در هر صورت رضا از مسئله مطلع و رابطه‌اش با آن خانم به هم خورد، ولیکن رابطه آهی و فرهناز ادامه پیدا کرد. چندی بعد در مراکش در خانه رضا بودیم. فرهناز نیز برای دیدار رضا و آهی به مراکش آمد و روابط عاطفی سختی میان فرهناز و آهی که شاهد نتایج و اثرات آن بودم به وجود آمد. روزی آهی از من خواست که از رضا فرهناز را برای او خواستگاری کند. بعد از ساعت 11 صبح که رضا تازه از خواب بیدار شده بود به اتاق خواب رضا رفتم و خواسته آهی را برای او بازگو کردم. رضا به من گفت آهی مشاور من است و این کار درست نیست. به من گفت که به کسی چیزی نگویم تا او تکلیف را روشن کند. شب همان روز برای شام دور میز نشستیم. من
و رضا یک سوی میز و آهی و پرهناز در سوی مقابل و مسعود ماون نیز در سر میز حضور داشت. رضا دستور داد عرق بیاورند. آهی و رضا مشغول نوشیدن عرق شدند. همان شب رضا رو به من کرد و گفت احمد، من آرزو دارم روزی مثل تو بشم. بعد به خوردن عرق با آهی ادامه داد. بعد از چند گیلاس دیگر بحث صحبت ها رو به موضوع ازدواج کشاند و اظهار داشت که عشق در ازدواج معنی ندارد و او تنها به خاطر پول و قدرت ازدواج خواهد کرد. به او اعتراض کردم از زیر میز به پای من زد و از من خواست که سکوت کنم. چند بار این را تکرار کرد که آهی نیز شروع به سخنرانی نمود که عشق در ازدواج معنی ندارد و او هم مانند رضا تنها به خاطر پول و قدرت از ازدواج خواهد کرد. ببخشید. و او هم مانند رضا تنها به خاطر پول و قدرت ازدواج خواهد کرد. آهی به سخنرانی خود ادامه میداد که فرهناز آرام میز را ترک کرد و بعد از آن رابطه عاطفی فرهناز و آهی منتفی شد. آهی و دختر یوزرینر. در زمانی که با رضا و آهی در مراکش بودیم که سنه آن میان سالهای 1982 تا سال 1984 میلادی بود، چند ماهی از این زمان را رضا سخت عاشق دختر یولبرینر، هنرپیشه سابق سینما شد. از سفر تاریخی آگادیر با هواپیما به کازابلانکا برمیگشتیم. گروه ما در جلوی هواپیما در قسمت درجه یک هواپیما نشسته بودند. وقتی که هواپیما به زمین نشست، همه بلند شده و خواستار خروج از هواپیما بودند. زمانی که رضا و این خانوم بلند شده و در راهروی خروج هواپیما قرار گرفتند، خانوم برگشته و شروع به بوسیدن رضا کرد. با این کار خود سد معبر کرده و کسی نمیتوانست از هواپیما پیاده شد. من چند دقیقه صبر کردم و چون اثری از تمام شدن این ماچ بوسه مشاهده نمی کردم و می دیدم که گاردها و مسافرین منتظر و ناراحت هستند، ایشان را هل داده و تشویق به پیاده شدن از هواپیما نمودم. بعد از خروج از فرودگاه، قبل از رفتن به رباط، به رستورانی در کازابلانکا رفتیم. در رستوران من به این رفتار رضا سخت اعتراض کردم و به او گفتم که از هر دید نگاه کنیم، این نوع رفتار در شأن او و میزبان او پادشاه مراکش و مسافرین در حال پیاده شدن از هواپیما نبود. رضا من را حواله آهی داد و آهی شروع به دفاع از رفتار رضا کرد که باید از دید اینکه دو نفر عاشق هم هستند به موضوع نگاه کرد و کسی نباید مانع ایشان شود. صحبت من این بود که ایشان در آن شرایط چند دقیقه جلوی خود را بگیرند. آهی و یاسمین همسر رضا. رضا در سال 1986 میلادی با یاسمین اعتماد امینی با معرفی احمد اویسی ازدواج کرد. خواهر یاسمین، دوست نزدیک افسانه اویسی، دختر دکتر رام و همسر احمد اویسی بود. از همان آغاز ازدواج، یاسمین که سن کمی داشت از آهی دفاع و به اویسی حمله می‌کرد که من در جلوی رضا به یاسمین اعتراض کردم و از او خواستم که چون یاسمین به این موارد آشنا نیست، بهتر است دخالت نکنم. به شکر خداوند روابط من و یاسمین بسیار خوب بود و حتی برای من در متنی نوشت: با خدا باش و خدا با تو خواهد بود. روزی که رضا با تو آشنا شد، روز بخت و اقبال او بود. کسی که او همیشه میتواند به او اطمینان کند. من به رضا سفارش کرده بودم که بعد از ازدواج آهی را به خانه خود راه ندهد. در چند ماه آخر همکاری خود با رضا به خانه او رفتم. به من گفتند آهی در خانه است. سوال کردم کجاست؟ گفتند در اتاق خواب مشغول تدریس به یاسمین است. گفتم که در خانه ای که به وسعت 17,000 فیت مربع و این همه اتاق، چرا در اتاق خواب؟ به آنجا رفته از ایشان خواستم ادامه تدریس به اتاق دیگری صورت بگیرد. بعد از آن یاسمین از من خواست که دیگر من بدون اجازه به خانه ایشان وارد نشدم. حالا من وارد موارد سیاسی میشم. به شکر خداوند در سال 1980 به عنوان نماینده شاه با تیمسار اویسی، آقای بختیار و دولت سعودی به پاریس رفتم.
اولین ملاقات من در خارج از ایران با شهریار آهی در محل اقامت تیمسار اویسی در پاریس صورت گرفت. آهی در آن زمان دو کار برای تیمسار اویسی انجام می‌داد. در آن زمان بودجه کار تیمسار اویسی از طرف دولت عراق تامین می‌شد و آهی مسئول مالی کارهای سیاسی و نظامی تیمسار بود. کار دیگر آقای آهی در همراهی با آقای منصور رفیع‌زاده رابطه تیمسار با سازمان سیاه بود. بعد از فوت شاه و جدا شدن خود از امور سیاسی دیگر ارتباط و خبری از آقای آهی نداشت. در سال 1981 میلادی بعد از اینکه دعوت آقای رضا پهلوی را برای همکاری با او به عنوان مشاور شخصی، سیاسی و مالی او قبول کردم، آقای پهلوی به من گفت از دولت سعودی 7 میلیون دلار به علاوه قول 15 میلیون دیگر را دریافت کرده است و با اون پول و کمک آقای نصرت الله معینیان که قبلا رئیس دفتر شاه بود میخواهد گروه سیاسی خود را تشکیل بدهد. این گروه تشکیل و ابتدا زیر نظر آقای معینیان و بعد از کنارگیری آقای معینیان زیر نظر آقای هلاکو رامبد به کار خود ادامه میداد. بعد از حمله عراق به ایران تیمسار اویسی ارتباط خود با عراق را قطع کرد و در نتیجه دولت عراق دیگر کمک مالی به ایشان نکرد. تیمسار از نظر مالی تحت فشار بود و دوست داشت قسمتی از هزینه های کاری او از طرف دفتر آقای رضا پهلوی تامین شود. احمد علی اویسی مسئول نظامی آقای رضا پهلوی در اکثریت سالهای زندگی آقای رضا پهلوی وجود داشت و به جرأت می توان گفت که نقش پدری برای او بازی کرده و می کرد. رضا پهلوی به او بسیار نزدیک بود. در شروع همکاری ما در مراکش تنها دو نفر به رضا پهلوی نزدیک بودند، من و احمد اویسی. احمد اویسی قصد داشت تا نفوذ برادر خود تیمسار اویسی را در نزد رضا افزایش دهد. گروه آقای رامبد دست سیاسی و تیمسار اویسی دست نظامی رضا باشند. برای این کار تصمیم می‌گیرد تا آقای شهریار آهی را که پسر عمه خانم او افسانه اویسی دختر دکتر رام را به جمع یاران رضا اضافه کنند تا آهی حمایت لازم را از تیمسار اویسی انجام دهد. آهی به جمع ما اضافه و دیدار من با او تازه شد. چند ماه بعد از آمدن آهی سازمان سیاه جبهه نجات را به رهبری آقای دکتر علی امینی و همکاری شاهین فاطمی و اسلام کاظمیه در پاریس با بودجه 180 هزار دلار در ماه ایجاد کرد. در تابستان سال 1982 احمد اویسی به سرطان دهان مبتلا شده و مجبور شد برای معالجه در آمریکا بماند. این اتفاق باعث شد که آهی به رضا نزدیکتر شود. با آمدن جبهه نجات سیاست حمایت آهی از تیمسار اویسی نیز تغییر کرد و به کوبیدن گروه سیاسی آقای رامبد و تیمسار اویسی و جایگزین کردن جبهه نجات در دستگاه رضا به جای ایشان پرداخت و در کار خود موفق شد. تیمسار اویسی را از رضا دور کرده و گروه سیاسی آقای رامبد را منحل کرد. در طول این زمان آهی دائما از نزدیکی خود به سازمان سیاه سخن می‌گفت. به خاطر دارم روزی به او در رباط مراکش که بودیم به او گفتم آهی آنقدر از ارتباط خود با سازمان سیاه سخن نگو، انشالله اگر فردا به ایران برگردیم بر سر همین گفته پدرت را در می آورد و این گفته افتخاری برای تو نیست. کمی به فکر فرو رفت و از من سوال کرد راست می گویی؟ گفتم 100% راست می گویم و شوخی نمی کنم. و بعد از آن او گفتار خود در این مورد را تعدیل کرد، نه اینکه نگه ولی تعدیل. بعد از بازگشت آقای احمد اویسی از دوران نقاهت و اینکه در زمانی که او در بیمارستان در نیویورک تحت عمل جراحی قرار داشت آقای رضا پهلوی به من زنگ زده از من خواسته بود تا حقوق او را قطع کرده و بیرونش کنم و من با رضا برخورد کرده و به او گفتم تو شرف نداری، صبر کن تا دوران مالجه او به اتمام برسد، بعد اگر هنوز قصد بیرون کردن او را داشتی چنین کن. و با این برخورد او را از بیرون کردن احمد اویسی منصرف کرده بود.
احمد اویسی که بازی را به آهی باخته بود سعی کرد تا با معرفی و آوردن گروه جدیدی کار را از دست آهی و جبهه نجات بیرون بیاورد. در این زمان آقای احمد اویسی تیم جدید سیاسی خود را به رضا قبولاند. این تیم از آقای محمود فروغی، فرزند محمد علی فروغی که در ادامه سلطنت پهلوی در دوران اشغال ایران توسط متفقین نقش اساسی بازی کرده بود و خود از اعضای برجسته وزارت خارجه در زمان شاه بود، آقای شاهپور بهرامی که او نیز از اعضای برجسته وزارت خارجه قبل از انقلاب بود و آقای سیروس پرتوی که قبل از انقلاب با افسانه اویسی در وزارت دربار همکار بود تشکیل شده بود. آقای احمد اویسی از این حرکت خود برای خونسا کردن آهی آقای احمد اویسی از این حرکت خود که برای خونسا کردن آهی تدارک دیده بود بهره‌ای نبود، زیرا آقای فروغی خود اساساً با شاه خوب نبود و حتی روشن شد که به آمریکا زمانی که شاه در تبعید بود پیشنهاد داده بود که شاه را به آمریکا راه ندهند. در ضمن آقای فروغی بیشتر رضا را تشویق به نزدیکی با آقای شاهپور بختیار و آقای دکتر امینی می‌کرد تا سیمسار اویسی. آقای شاهپور بهرامی از ابتدا با پرستار فرانسوی رضا که از احمد اویسی دلگیری داشت بسیار نزدیک شد و احمد اویسی از این نزدیکی احساس خطر کرده و عذر او را خواست. آقای سیروس پرتوی را آقای احمد اویسی برای اینکه مواظب آهی بوده و نقشه های او را خنسا کند به این جمع آورده بود. به خاطر دارم که من چند روز بعد از ورود ایشان به مراکش سیروس پرتوی را در حالی که سخت در ناراحتی غرق شده بود دیدم. از او سوال کردم چرا آنقدر ناراحت است؟ گفت آقای آهی به من گفته است که اگر اعلیحضرت را دوست دارم باید استعفا داده بروم. پرسیدم استدلال او چیست؟ گفت میگوید اینتلیجنس کامیونیتی میگویند که من باید چنین کنم. به او گفتم اولا اینتلیجنس کامیونیتی غلط کردند، دوم اینکه اصل این حرف معنی ندارد و گول آهی را نخورد. بعد او را به دست احمد اویسی داده و به او گفتم با پرتوی صحبت کند. بعد به آمریکا آمده چند هفته بعد به مراکش برگشتم. در شب بازگشت با رضا، آهی، پرتوی و آقای شاهپور بهرامی ویدیویی را تماشا می‌کرد. دیدم همه به ساعت خود نگاه می‌کنند. در گمان بودم که جریان چیست؟ ساعت 12 شب آهی، رضا و آقای بهرامی بلند شده و خود را روی پرتوی انداخته و به تکان دادن و مالیدن پایین تنه خود برو شدم. بسیار از عمل ایشان ناراحت شدم و سر ایشان داد زدم که خجالت بکشیست. بس است. دست رضا را گرفته او را به اتاق خواب او بردم. به رضا گفتم خجالت نمی‌کشید. رضا گفت این برنامه آهی می باشد و به رضا گفته که پرتوی از این کار خوشش می آید. پیش پرتوی آمده از او سوال کردم تو از این کار خوشت می آید؟ که او ابراز کرد که نه تنها از این کار خوشش نمی آید بلکه از آن متنفر است. من صحبت پرتوی را به رضا کردم و به شکر خداوند این عمل متوقف گشت. رضا از من خواست که دیگر جلوی دیگران بر سر او داد نزنم و این مسائل را خصوصی به او مطرح کنم. آنقدر آهی با پرتوی بازی کرد تا پرتوی که اویسی به خاطر کنترل آهی به این جمع اضافه کرده بود تسلیم آهی و مهره او شد و به دستور آهی حمله به اطرافیان رضا که مورد تایید آهی نبودند به خصوص آقای فروغی پرداخت. در سال 1983 میلادی که آقای رضا پهلوی در مراکش بود تعدادی از آشنایان سعی در آوردن و معرفی ماموران سازمان سیا و ملاقات ایشان با رضا پهلوی داشتند و حتی رقابت شدیدی میان ایشان در این مورد در گرفته بود. من به آقای رضا پهلوی پیشنهاد کردم که ایشان باید از این بازی خارج شود و شأن خود را حفظ کند و اگر علاقه به دیدن فردی از سازمان سیا را دارد بهتر است با رئیس این سازمان آقای ویلیام کیسی ملاقات نماید. ایشان قبول کرد. من این موضوع را با آقای دکتر غلام حسین کاظمیان که مسئول کارهای سیاسی ایشان در آمریکا بود مطرح کرد. ایشان دوستی به نام آقای مریان اسموک داشت که از نزدیکان آقای ریگن که از دوستان نزدیک آقای ریگن رئیس جمهور وقت آمریکا و اطرافیان ایشان بود. در سفر شاهزاده در سال 1983 به آمریکا آقای اسموک نهاری در کلوب چویچیس
در ایالت مریلند به آمریکا ترتیب داد که در آن آقایان کیسی، مایکل دیور، دیگ هلم و عده‌ای دیگر از جانب آمریکایی‌ها و نیز عده‌ای علاوه بر من آقایان دکتر غلام حسین کاظمیان، احمد اویسی و شهریار آهی حضور داشتند. بعد از نهار ملاقات‌های دیگری نیز میان آقای رضا پهلوی و ویلیام کیسی در خانه آقای اسموک انجام گرفت. در سال 1984 آقای پهلوی به من گفت که آقای کیسی پیشنهاد پرداخت ماهی 150 هزار دلار رو به ایشان کرده است. من با اصل پول گرفتن ایشان از سازمان سیا مخالفت به ایشان گوشزد کردم که پدر ایشان تا روز فوت به دلیل نقش خارجی در کودتای 28 مرداد مورد انتقاد مردم ایران بوده است و پیشنهاد من برای انجام ملاقات با رئیس سیا این نبود که از این سازمان پول بگیرد، بلکه هدف در مرحله اول خلاص شدن از فشار اطرافیان شاهزاده برای آوردن افراد مختلف این سازمان به داخل تشکیلات ایشان بود. دوم این که فکر می‌کردم که اگر ایشان علاقه به داشتن رابطه با این سازمان دارد، این رابطه باید مطابق شأن ایشان و تنها در حد مشورتی باشد. آقای پهلوی استدلال مرا قبول نکرد و من نیز با اینکه در آن زمان هم مسئول امور مالی شخصی ایشان بودم، هم مسائل مالی فعالیت‌های سیاسی ایشان را سرپرستی می‌کردم، از گرفتن آن پول اجتناب کردم. بنابراین مسئولیت گرفتن این پول به آقای شهریار آهی واگذار شد و تا جایی که می‌دانم پرداخت آن تا سال 1988 ادامه داشت. لازم به توضیح است که آقای کیسی در آن زمان آقای رضا پهلوی را بسیار جدی گرفت و افراد زیادی از کارمندان سازمان سیا را برای کمک به ایشان مأمور کرد، ولیکن بعد از 3 هفته همه آنها را بازخواست و اظهار نمود که این مرد جوان علاقه‌ای ندارد. ولیکن تا جایی که می‌دانم پرداخت پول به آقای پهلوی از سال 84 شروع و تا سال 1988 ادامه داشت. در همان زمان آقای کیسی پیغام داد که اگر در کار خود جدی هستید آقای آهی را بیرون کنید، ولیکن یا رضا به این پیغام آقای کیسی توجهی نکرد و یا شاید دوستان به دلایل شخصی این پیغام را به رضا نرساندند. بعدها آقای اسموک این پیغام را برای من بازگو کرد. پس از آن قرار شد تا حقوق کارمندان رضا از این بودجه توسط آقای آهی پرداخت شود و من هر 3 ماه 50 هزار دلار به همین حساب در کردیت بانک واریز نمایم که کارمندان رضا بتوانند ادعا کنند که حقوق خود را از رضا و نه از سازمان سیا دریافت میکنند. در سال 1984 میلادی تیمسار اویسی در پاریس کشته شد و بعد از آن رضا از مراکش به آمریکا در ایالت کنتیکت مهاجرت کرد. در سال 1985 میلادی به رضا اعلام کردم که دیگر سلطنت طلب نیستم و خواستار جدا شدن از گروه او شدم. او از من خواست که به عنوان مشاور شخصی و مالی او با او باشم. از آن بعد نقش من در امور سیاسی رضا بسیار کم رنگتر شد. در این سال سیا تصمیم گرفت تا جبهه نجات را تعطیل و سازمان درفش کاویانی را به سرپرستی دکتر منوچهر گنجی جایگزین آن کند. میان گروه دکتر امینی و گروه آقای منوچهر گنجی دعوای سختی در گرفت. به دلایلی که هنوز برای من روشن نیست، آهی سخت با دکتر گنجی، با این که او نیز از طرف سازمان سیا به جانشینی جبهه نجات فرستاده شده بود، بد بود و از هیچ فرصتی برای کوبیدن دکتر گنجی خودداری نمی‌کرد. مسئله دیگری که در این سال اتفاق افتاد، دخالت شاه دخت اشرف پهلوی برای بازگرداندن سلطنت پهلوی به ایران بود. روزی آقای باب آرمو از نزدیکان آقای راکفلر که در زمان حیات شاه کارهای او در تبعید را انجام میداد، از من خواست تا به دفتر او در نیویورک رفته و با آقای رضا گل سرخی که رئیس دفتر اشرف بود ملاقات کنم. در آنجا آقای گل سرخی به من گفت که والا حضرت مبلغ 2 میلیون دلار هزینه کرده است تا طرح برگشت رضا به ایران از طرف سازمان سیا زیر نظر یکی از بازنشستگان این سازمان به نام ری کلاین ریخته شد و تنها خواسته ایشان از رضا این است که بدانند آیا او با این حرکت موافق است و اگر موافق است آهی اصلا نباید در این طرح خبر داشته باشد. من این پیشنهاد را به رضا منتقل کردم و او به من گفت که قبول می‌کند و بر اساس توافق رضا کار شروع شد. مأمورین سیا تماس خود را با آهی قطع کردند.
آهی موضوع را با رضا مطرح کرد و رضا طرح را با اینکه قول داده بود با آهی مطرح نکند به او لو داد. آهی به افرادی که در سازمان سیا با او در ارتباط بودند پیغام داد که رؤسای ما با هم در تماس هستند و چرا شما با من ارتباط خود را قطع کرده اید؟ آن افراد نیز از رؤسای خود مسئله را جویا شدند و در اثر برملا شدن این طرح کاملا منتفی شد. انتخابات شوراهای مشروطیت که فکر اولیه آن از آقای فروغی سرچشمه گرفته بود انجام و با شکست روبرو شد. آهی نیز دائما با کوبیدن آقای فروغی، دکتر گنجی و من مشغول. آهی و اویسی شایع کرده بودند که من از آقای هوشنگ انصاری پول گرفتم تا مانع رفتن رضا به ایران بشوم. وقتی به آهی گفتم که این چه مزخرفاتی است که سرهم می‌کنی، جواب داد این تقصیر او نیست، بلکه حرفی است که مردم می‌زنند. به ادامه داد تو و اعلیحضرت در یک جبهه هستید و همه یه ما در یک جبهه. به عبارت دیگر من برای دفاع از رضا باید در مقابل همه آنها ایستادگی می‌کرد. در سال 1986 میلادی از طرف آقای نیکسون، آقای جان کرنلی وزیر خزانه داری آقای نیکسون با من تماس گرفت و گفت اگر آقای پهلوی موافقت باشد طرحی تهیه شود که بر اساس آن طرح رضا غافلگیرانه در جزیره کیش پیاده شود و کیش را ایران آزاد بنامند. البته نیروی هوایی عربستان سعودی و ناوگان آمریکا در منطقه نیز از او پشتیبانی کنند. پیشبینی میشد که اگر او چند روزی به این ترتیب در مقابل نیروهای جمهوری اسلامی تا بیاورد، ارتشیان و نفرات بسیاری از نیروهای سگانه که یا از جمهوری اسلامی و به ویژه تسلط پاسداران و بسیج به آنها ناراحتند یا همان گونه که تصور میشد بر طبق علاقه دیرینه خود در دل به شاه ایران وفادار ماندند، به او خواهند پیوست و بدین ترتیب جزیره کیش پایگاه حرکت میشد. رضا موافقت کرد. حدود 3 ماه بر روی این طرح وقت صرف شد. وقتی که این طرح را برای رضا در منزل او در کنیدیکت بردم، اولین سوال او از من این بود که چگونه فرار کنی. من که جا خورده بودم جوابی ندادم. فردای آن روز شهریار آهی به ایشان گفت که ایشان احتیاج به مخاطره ندارد، چه شما تنها شانس آمریکایی‌ها هستید، صبر کنید، آمریکایی‌ها شما را به ایران می‌برند. من به این ترتیب این طرح را در همانجا مسکوت ماند و به این ترتیب این طرح در همانجا مسکوت ماند. بعدها که مسئله ایران کانترا رو شد، رضا بسیار ناراحت و متوجه شد که تنها گزینش آمریکایی‌ها نیست. با گذشت زمان و شکست شوراهای مشروطیت، حملات آهی بر علیه آقای فروغی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق آقای سیروس پرتوی توسعه یافت. بالاخره در سال 1978 میلادی اعلام کردند که تمام دستاندرکاران بخش سیاسی دفتر رضا، یعنی داداشزاده، آهی، فروغی، کاظمیان، افغمی و حکمت، استعفا داده تا رضا بتواند آزادانه مشاوران خود را انتخاب کند. اما همان گونه که از قبل برنامه ریزی شده بود، تنها استعفای فروغی و کاظمیان پذیرفته شد و مابقی بر سر کار خود ابقا شد. بعد از بیرون کردن مؤدبانه آقای فروغی و دکتر کاظمیان، احمد اویسی از من خواست به او کمک کنم تا رضا آهی را بیرون و آقای هلاکو رامبد را به سرپرستی دفتر سیاسی خود انتخاب کنم. در سفری که من و اویسی و رضا در فوریه آن سال به فلوریدا داشتیم، من با رضا وارد صحبت شدم و بعد از دعوای شدیدی که میان من و رضا به خصوص در مورد شخصیت و نوع عمل و اینکه آهی به او راست نمیگوید پیش آمد، رضا قبول کرد که چنین کند. آقای رامبد کار خود را به همراهی آقای امیر طاهری از تابستان آن سال شروع کرد. در آخر تابستان آن سال به من خبر دادند که آهی به مشاورت سیاسی رضا بازگشته است. با توجه به آنچه از شخصیت آهی و آقای رامبد میشناختم، متوجه شدم که کار آقای رامبد تمام است. پس از بازگشت آهی، کارشکنی های خود را برای شکست مأموریت جدید آقای رامبد شروع کرد. و از هر طرحی پیشنهادی از طرف آقای امیر طاهری و رامبد را خنسا می‌کرد. برای مثال قرار بود که آقای امیر طاهری برای رضا نطقی بنویسد که آیت الله خمینی را به خشم بیاورد و آیت الله در مورد رضا حرفی بزند و آن جمله را وسیله تبلیغات رضا کنند.
همان طرحی که در زمان اقامت در مراکش و فعالیت‌های اسلام کاظمیه دنبال می‌شد. به هر حال آهی با این نظر مخالفت کرده و بالاخره توانست رضا را از این کار منصرف ساد. بعد از بازگشت آهی به آقای رامبد پیشنهاد کردم که بهتر است استعفا بدهد و خود را ضایع نکند. اما آقای رامبد به من گفت که این بار قصد عقب نشینی نداشته و با آهی مبارزه خواهد کرد. در این مبارزه بارها آقای رامبد به من زنگ می‌زد و در حالی که بغض گلویش را می‌فشرد به تلخی می‌گفت این سخت‌ترین و بدترین دوران زندگی سیاسی من است. من با پایان گرفتن بهار زندگی من است. با پایان گرفتن بهار سال 1988 میلادی صبر آقای رامبد نیز به پایان رسید و استعفا داد و بعد از آقای رامبد آقای احمد قریشی به جایگزینی آقای رامبد انتخاب شد. در سال 1989 آقای رضا پهلوی به من حمله کرد، یعنی من دیگه رابطم قطع شد. با توجه به مطالب ذکر شده موارد زیر میتواند قابل تفکر و تأمل باشد. در بیانیه پایانی مجمع عمومی کلیه ملیت کنگره ملیت‌های ایران فدرال در ماه مه 2018 آمده است. مجمع عمومی کنگره همچنین قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده که در آن تأکید شده که تعیین حدود و مرزهای جغرافیایی میان مناطق ملیت‌ها در چارچوب مجالس دموکراتیک این ملیت‌ها در آینده تعیین خواهد شد. و در قطعنامه کنگره ملیت‌های ایران فدرال درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران آمده است تعیین حدود و ثغور سرزمین‌های ملی متعلق به ملیت‌های ساکن در ایران تنها در اختیار مجلس ملی ایالتی و مشروع آن سرزمین هاست و حل اختلافات ارضی متعامل میان ملیت ها تنها و تنها از طریق مذاکره میان نمایندگان مجالس قانونی متعلق به این ملیت ها امکان پذیر است. ما تشکل های عضو کنگره ملیت های ایران فدرال مسئولیت حل اختلاف محتمل اراضی مناطق ملی در ایران را به مذاکرات متقابل با تکیه بر شیوه مسالمت‌آمیز و دموکراتیک مجالس ملی در آن مناطق واگذار می‌کنیم و به آن تاکید داریم. با توجه به این نکته آنها خواستار ایجاد اتحادیه به قول خود از ملیت‌های ایران هستند، یعنی اینکه هر ملیتی مستقل و در اتحادیه با هم جمع می‌شود. آیا این تجزیه ایران نیست؟ احتمال دارند فکر می‌کنند که ایران با وضع اقتصادی فعلی و فشارهای جدیدی که در راه است از هم خواهد پاشید و از هم اکنون به فکر تقسیم آن هستند. سوال این است که به فکر حفظ یک پارچگی ایران یا تجزیه ایران هستند. چند سال پیش اطلاعات سری بسیاری توسط سایت ویکیلیکس به اطلاع عموم رسید. معلوم شد که بسیاری از برادران عرب ما خواستار تجزیه ایران بوده و دائما این فکر را به دولت آمریکا پیشنهاد می‌کرد. آیا فعالیت‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال در راه تحقق یافتن این خواسته است؟ احتمال دارد که تعدادی از دشمنان خارجی جمهوری اسلامی خواهان نابود کردن جمهوری اسلامی حتی به قیمت نابودی ایران باشند. خودتان را به جای ایشان بگذارید. اگر قرار باشد به ایشان حمله بکنند، اگر قرار باشد به ایران حمله کنند، آیا بهتر است سربازان خود را به خطر بیاندازند یا اینکه در ایران جنگ داخلی به پا کرده تا ما یکدیگر را نابود کنیم؟ در ضمن اگر به ایران حمله کنند، اکثریت ما ایرانی ها با هم در مقابل خود متحد می کنند. پس یکی از گزینه های آنها می تواند ایجاد جنگ داخلی و نابود کردن ایران و جمهوری اسلامی با هم باشد. خاطرتان باشد که دل آنها به حال ما نمی سوزد. هدف آنها حفظ منافع خود است که حفظ جان سربازان می تواند برای آنها اولویت اول را داشته باشد. آیا فعالیت های کنگره ملیت های ایران فدرال می تواند آماده کردن زمینه جنگ داخلی در ایران باشد؟ با توکل به خداوند باید بسیار هوشیار باشیم. با دروغ، درویی و نوکری نمی توانیم به آزادی برسیم.
تنها راه رسیدن به آزادی حقیقت است. خداوند در سوره فاطر آیه 43 می فرماید بدین جهت که می خواستند در زمین تکبر و گردنکش کنند و مکر در اعمال بد اندیشیدند و مکر زشت و فکر بدکاری جز بر صاحبش احاطه نکند. پس آیا اینان جز آن که به طریقه امم گذشته هلاک شوند انتظاری دارند و طریقه خدا هرگز مبدل نخواهد و طریقه خدا را هرگز مبدل نخواهی یافت و طریقه حق را هرگز تغییر پذیر نخواهی یافت؟ آنهایی که قصد ایجاد جنگ داخلی در ایران رو دارن انشالله خود نابود خواهند شد. قربان، من گفتم این رو خدمت شما و بینندگان عزیز خوندم و حالا اگر سوالی باشه من در اختیارتون هستم. آقای انصاری، من باید این بعد از ظهر فقط به گفته شما فکر کنم، چون یه سری از دوستان شکایت کردن روی فیسبوک که حرفای شما تکراریه. من براشون نوشتم که صبر کنید، شما بعضیاتون به خاطر اون نفرتی که از آقای انصاری دارید تایتل صحبتهای ایشون رو گوش ندادید که ایشون گفت جنگ داخلی، و من بی صبرانه منتظر بودم که شما به من بگید چجوری جنگ داخلی. دوستان دقت کنید آقای انصاری چی گفت. گفت اگه آمریکا لشکرکشی کنه ایرانیا متحد میشن حتی با آخوندا در مقابل کسی که میخواد تجاوز کنه، ولی اگر آمریکا بین ایرانیا تفرقه بندازه خودمون هم دیگر رو میکشیم. این روش رو روسیه در انتخابات آمریکا انجام داد و این روش رو قبلا آمریکا و کشورهای دیگه در جنگ ایران و عراق انجام دادن، به دو طرف اسلحه میدادن. البته اون موقع برای پول بود، الان برای یک مسائلی بالاتر از پول. ولی شما چند تا نکته رو گفتید که بعد این دوستمون آقای اکبری از ایران، والا من دیگه واقعا خسته شدم از دوستان، دوستمونه، همشهریمونه، ولی میگه که جناب انصاری خیلی بیشتر از این حرفا از شما انتظار میرفت. ما در شهرمان به این گونه حرفا میگوییم بحث‌های خالخان باجی بازی. ببین آقای اکبری، آقای انصاری اول جاده رو باز میکنه که من و شما وقتی سوار این ماشین اطلاعات میشیم بتونیم به هدف برسیم. اینجا میگن paving the road. ایشون برای من و شما شخصیت آهی رو نشون میده، شخصیت رضا پهلوی رو نشون میده، شخصیت اطرافیان رضا پهلوی رو بازگو میکنه تا بعد شما بدونید همین فردا پس فردا که باز کنگره نشست و پنجمین نمیدونم هست در آمریکا چه خواهد گذشت. یک کم صبور باشی و من واقعا اگر میتونستم کامنت ها رو در حین برنامه زنده استاپ کنم این کار رو انجام میدادم. ضمن این که حسنی که داره اینه که مینویسید و من باعث میشه در موردش صحبت کنم. آقای انصاری، خود من اجازه دارم چند تا سوال از شما بپرسم؟ میدید من این دو تا جواب بدم به این مطلبی که فرمودید. بفرمایید. اولا که در یه فیلمی بود به نام جنرال پتن که ما اون وقت در ایران دیدیم، که ایشون میگفت که در اولش میاد نطق میکنه، ایشون یکی از جنرال‌های بسیار مهم آمریکا در جنگ دوم جهانی، و میگه هیچ وقت کسی جنگ رو نمیبره به خاطر اینکه برای مملکتش کشته بشه. شما جنگ رو میبرید برای اینکه کاری بکنه که طرف مقابل برای مملکتش کشته بشه. خب اینها خب ما هدفشون اینه که حتی امکان سربازان خودشون کشته نشن، و اگر قراره که جنگی بشه این جنگ رو ما خودمون بکنیم و خودمون پدر خودمون در بیاریم. دو، من آمدم میگم که آقای آهی نقدن داره این کار رو سرپرستی میکنه اونجوری که ما شنیدیم، و به علاوه آقای نوری‌زاده که این اصلا بیشتر تمام همون موقع که مسائل ویکی‌لیک رو شد و اینها، هم امارات و هم عربستان سعودی همه اینها دائم به آمریکایی‌ها فشار میارن، میآوردن که شما باید ایران رو تجزیه بکنید، و این رو شده، این اصلا وجود داره. حالا ما میگیم که الان اینها یه طرحی دادن که نمیگن که این فدرال اسمشه، ولی اینا میگن همه مسائل باید در چیز مجالس هر استانی تعیین بشه. یعنی شما یه مجلس ملی نداری، یه مجلس‌های مختلف منطقه‌ها داری که اونا میشینن با هم حرف میزنن.
پس یعنی میخوان اتحادیه درست کنن، بعد بین اینها جنگ میشه، بعد همین جنگ و خونریزی، بعد من دارم به شما میگم که آقا شخصیت آقای آهی کیه؟ شما تا آگه آقای آهی رو نشناسید که نمیتونید بفهمید که او داره چی کار میکنه و چه جوری وارد میشه. و بعد ایشون در کارش بسیار 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 وارده. من با تمام این صحبتایی که با ایشون داشتم، ایشون رو میدیدم، ایشون ظرف 3 دقیقه من رو گول میزد. در نتیجه خیلی باید مواظب بود. و بعد اینجا جون مردم در خطره. شما ببینید بدترین چیز برای ایران بدتر از تجزیه جنگ داخلی. حالا گفتم من در اختیار شما هستم، بفرمایید. بسیار ممنون. اولا باز شما توی گفتهاتون گفتید که عربستان سعودی از همون اول با پول دادن، حتی من یادمه در مصاحبه‌ای که با آقای چیز انجام میدادم، آقای شهبازی، ایشون گفته بود که یه دفعه آمده بودن پول بدن به یا صحبت کنن با رضا پهلوی و این گفته بود که به اصطلاح بچه بابات نیستی اگه با اینا معامله انجام بدی، که البته یادم نیست از طرف عراق بوده یا از طرف عربستان، ولی نه عراق بوده. ولی خب من یه چیزی یادمه، اولایی که اومدم آمریکا یه بحثی بود که عمه آقای رضا پهلوی گویا یه پولی از عربستان یا مراکش و حتی دعوا شده بود که من این پولو دادم مثلا برای این، تو بردی سرمایه گذاری کردی. این همون موضوعی که شما امروز گفتید 2 میلیون دلار یا بیش؟ نه، ایشون چندین بار کمک مالی کرد. بله خب. و این یکیش بود که ایشون رفت و پول رو داد به سازمان سیاه که اینها تر بریزن و چیزش هم آقای ریکناین بود، ولی همه اینها همیشه اصرار میکردن که آقای آهی نباید خبردار بشه. ببخشید، پول رو داد به سازمان سیاه؟ سازمان سیاه پول می... خب اینا دیگه به قول خرجش رو داد. خب اجازه بدین، ما این خانواده رو تا اونجایی که میشناسیم اینا پولی نمیدن جز این که گرفته باشن از یه جایی یه مبلغ کمیشو خرج کنن. اگه پولی داده پس از همون یا مراکش یا از عربستان یه پولی گرفته بوده. نه ببینید، والا یا والا حضرت اشرف، والا هر چی که اسمشو بذارید، ایشون ثروتش بالای 1 میلیارد دلار بود. آخه موضوع ثروتمند بودن اینا نیست، موضوع خصاصت اینا هست. خانواده ایشون دست و دل بازتر. خب الحمدلله. پس اونی که میگفتن یعنی ببخشید، اتفاق چندین بار پولای خیلی بزرگ بین اون داد. بله. یعنی خیلی من دوستان دیدید که آقای انصاری قشنگ توضیح دادن عربستان و کشورهای دیگه از همون روز اول بنای به اصطلاح دشمنی با ایران که میشه حقم بهشون بدین، چون ایران هی میگه ما میخوام انقلاب صادر کنیم و اینا ترسیده بودن از این قسمت. ولی میبینیم حتی امروز یه شخص احمقی به نام حمزه پور توی این منطقه میاد سر و صدای به پا میکنه، بعد آبروی خودش رو میبره. 25 نفر کمتر از 30 نفر جمع شده بودن که اینا هم لابد کسایی بودن که بلندگو کرایه داده بودن، عیاب ذهاب و فلان اینها، و بعد خانم زینا تهرانی باهاش صحبت میکنه، معلوم میشه که عربستان سعودی به این قول داده بوده. البته ناگفته نماند، به حرفای حمزه پور نمیشه اصلا اطمینان کرد. شما شناختی از این شخص دارید یا میخواین دربارش صحبت کنید یا نه؟ نه من حالا وارد میدونید الان مثلا شما وقتی این من دو تا مطلب رو بذارید اینجا براتون عرض بکنم. ده. یکی این که ما اون وقتا فکر میکردیم که مثلا از آمریکا و انگلیس و اینا نباید پول گرفت، چون اینا میان به قول معروف بعدها در امور داخلی ما دخالت میکنن، یا مثلا نمیم یه کنتراتایی که باید داده بشه رو اینها فشار میارن که به اونها داده بشه. ولی از شاید مثلا از برادران عربمون اگه پول بگیریم مانعی نداره. بعد یالا معلوم شده که برادران عرب ما اصلا میخوام ما رو نابود کن. یعنی اصلا گرفتن پول از اینها خیلی بدتره تا از، یعنی هر دوش غلطه، ولی این هم بی چیز نیست، بی معذرت میخوام بی هزینه نیست و هزینهش خیلی بیشتر از پولیست که حالا از آمریکا و جای دیگه میگیرن. اونا در نفوذ میکنن اینا که میخوان نابود بکنن. بسیار ممنون. آقای انصاری شما گفتید که ایشون وقتی پشت سر شما حرف میزد و اینا، بعد شما اعتراض کردید، بهتون گفت که آخه به مردم، آخه به ما گفتن که هوشنگ انصاری به شما پول داده که رضا به ایران نره. چه دلیلی باید هوشنگ انصاری داشته باشه که پول بده به شما که رضا به ایران نره؟ اولا دروغه، کاملا دروغه. و بعدم اینها همین همه، ببینید حالا اگه شما به این صحبتی که من امروز کردم قسمت سیاسیش،
ببین همه دارن همه دیگر رو میکوبن. اصلا ما که رفته بودیم که مثلا جمهوری اسلامی رو برای اندازیم، همه دعوا بین آقای احمد و اویسی و آقای آهی و آقای تو همون سازمان آقای امینی هم بین شاهین فاطمی و اسلام کاظمیه دعوا بود و همه مشغول دعوا با هم. آقای آهی میخواد آقای فروغی رو بیرون کنه، میخواد آقای هلاکو رامبود رو بیرون کنه، میخواد گنجی رو بکو. اینا هیچ کدوم وقتی برای جمهوری اسلامی ندارن. بسیار ممنون. یعنی شما یه جای دیگه گفتید که سازمان سیا بعدن فهمید که رضا تنها گزینه نیست. به نظر شما چه کسی یا چه کسانی، چه سازمانی؟ نه این رو نگفتم، گفتم که آهی به رضا برگشت گفتش که شما نرو، خودتو به خطر ننداز، شما بشین، تو تنها گزینش آمریکایی‌ها هستی. بعد این همون سال 86، تو همون سال 86 یه دفعه همین یه چند ماه بعد این مسئله ایران کنترل رو شد که آقای الیور نورف و اینا همه رفته بودن ایران و با ایران مشغول معامله بودن. بعد اونجا تازه رضا فهمید که تنها گزینه نیست. زمان ریگان، همون ریگانی که معلم و رول مدل آقای ترامپ، همون ریگان هم با آخونده به اصطلاح معامله کرد. نه نه اصلا با چیز رفتن دیگه، با هواپیما رفتن و کیک بردن و... بله خود من بندر عباس بودم، وسایل رو میدیدم، وقتی پرسیدیم گفتن اینا از قبل از ایران اینجا مونده بود که دروغ به اصطلاح کاملی بود. شما اسم آقایی به نام امیر طاهری را آوردین، ایشون همون خبرنگار و روزنامه‌نگار نیست؟ آقای امیر طاهری در اول کار که ما با هم با آقای معینیان و آقای رامبود و اینها اول کار، اون گروه اول، آقای امیر طاهری قسمت امور مطبوعاتی دستش بود، همون آقای امیر طاهری معروف. بله. بله بعد که این به هم خورد، بعد دوباره وقتی آقای رامبود رو دفعه بعد من خودم به فشار، یعنی با توصیه آقای احمد اویسی، وقتی من به رضا قبولوندم و آقای رامبود برگشت، آقای امیر طاهری هم با ایشون آمد، ولی بعد قرار بود آقای آهی نباشه، ولی به محض اینکه آهی برگشت دیگه همه رو به هم زدیم. من آقای آهی رو من این آقایی که حالا از ایران برای شما زده، این آقای آهی در کارش خیلی ماهره و شما اگر ایشون رو نشناسید مملکتتون رو به باد میده. حالا شما نمیخواید که ایشون رو بشناسید، من با ایشون مملکتتون رو به باد بده. من ایشون رو ملاقات کردم توی مریلند. بله توی مریلند یه سمینار و کنفرانسی بود که آقای نوری علا را انداخته بود و جالبه که همون جوری که شما گفتید، ایشون به دلیل همون کار کردن با وزارت اطلاعات از یک زبان و صحبت خاصی به اصطلاح میتونه استفاده یا حتی در حد سوء استفاده پیش بره موضوعاتی رو که میخواد. من باز از شما ممنونم که ما رو به اصطلاح هشدار دادید درباره این نشست که بعضیا خیلی ساده میگن آقا میشه مثل آلمان دولت فدرال، میشه مثل آمریکا دولت فدرال. بابا اینا میگن که هر کدوم اگه برم بخونم، اینو که اصلا نوشتن در همون چیزی که آقای دادرس، اینا میگن که مذاکرات بین مجالس هر ایالت تشکیل میده، یعنی هر مثلا استان فارس مجلس خودشو داره، با استان مثلا آذربایجان که مجلس میشینن صحبت، یعنی هر کدوم مستقلن. یعنی میشه فارس یه مملکت، آذربایجان یه مملکت، بعد اینا با هم اینجوری برمیاد از اون چی که نوشتن. اینا میخوان ایران رو تقسیم کنن، بعد این تقسیم با هم متحد بشه، بشه اتحادیه اروپا مثلا. از شما بسیار ممنونم و قربونتون برم. من گفتم شما کتاب ما رو هم یک پس تبلیغش رو بذارید. بله بله. اگه ممکنه تو این برنامه یا صلاح نمیدونید حتما الان تبلیغش رو میذارم. در حین صحبتتون هم کتابتون رو نشون دادم، هم وبسایت آمازون رو نشون دادم، هم عکس‌ها رو نشون دادم و من هم به شما پیشنهاد می‌کنم برنامه رو یکی دو ساعت دیگه از روی یوتیوب تماشا کنین، هم به دوستان خوبمون مثل خانم لیلا میلانی، مثل آقای اکبر اکبری و اینا اگه پرسشی دارن مثل من، باید من از به اصطلاح ناصبری بودن چی میگم کم صبر بودن نمره یکم، ولی مثل من صبور باشن، برنامه رو کامل نگاه کنن و بعد بنویسن سوالا رو برای من بفرستن یا روی فیسبوک شما که فیسبوک رو هم نشون دادم با شما تماس بگیرن، سوالا رو مطرح کنن یا نظراتشون رو بنویسن و شما هم دو برنامه دیگه قراره که با ما باشید، امیدوارم به تأخیر نیفته و به زودی با شما باشیم. جناب سربی من یادم نره از آقای پتیک هم خیلی ممنون هستم که امکان این کار هم از خداوند هم از شما هم از آقای پتیک،
خیلی ممنون هستم که امکان این برنامه رو برای ما تهیه فرمودید و انشالله. و ببینید من وقتی که میام از مسائل خصوصی و سیاسی صحبت میکنم برای اینکه شما ایشون رو بشناسید، این برای این نیست که من اینو برای خودم و آقای آمن که ظرف این 30 سال که هیچی نگفته بودم، ولی وقتی که ایشون میاد و سرکردگی تجزیه و ایجاد جنگ داخلی رو شروع کرده، خب ما بشینیم تماشا کنیم و بگیم بحبه. خیلی ساده بگم، من شما رو 16-17 ساله میشناسم دوستان. همین امروز دیدید تو برنامه من از ایشون سوال میکنم راجع به آقای حمزه پور بگید، آقای احمد علی مسعود انصاری معمولا راجع به دیگران نه غیبت میکنه نه چیزی میگه، ولی وقتی که یه مسئله مهمی مثل جنگ داخلی میاد و یه شخصی که از هر جایی پول گرفته و میگیره و خواهد گرفت و هیچی براش مهم نیست، هم وظیفه ملیش میدونه هم وظیفه دینیش میدونه، هرچی هم شما میخواین ایراد بگیرید. من به نوبه خودم از شما ممنونم. نه و بعد قوم اینا متوجه نیستن دوستان ما که میدونید جنگ داخلی بشه چند میلیون نفر کشته میشن. خب البته مجری آقای بود پدر خودم رو در آوردم که نذارم جنگ بشه بین آمریکا و ایران. بله البته خب مجری تلویزیون داریم که خانم صهیونیست در کالیفرنیا میگه که اون موقع ما 30 میلیون بودیم حالا 80 میلیونیم، حالا 7 میلیونش هم کشته بشه باز هنوز 70 میلیون میمونه و هیچ مسئله ای نیست. در صورت چون اونا رو داریم ما باید بیایم صحبت کنیم. و دوستان اگر برای شما ممکنه تکراری باشه خسته کننده باشه، شما مجبور نیستی تماشا کنید، ما شما رو نه شکنجه کردیم نه چیزی، ولی مطمئنم افرادی مثل پتیک مثل دیگران وقتی امروز این فیلم رو با دقت نگاه میکنن و با دقت گوش میکنن، اون وقت ممنون میشن از آقای انصاری که به یک جایی نگاه میکنه که من و شما ممکنه حتی به عقلمونم نرسیده باشه. من از شما ممنونم، میریم اون آگهی برنامه شما رو ببینیم. اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه اصلا خداحافظی کنم. نه منم خداحافظی میکنم، از شما ممنون هستم، خدا پشت و پناهتون باشه تا برنامه بعد و انشالله که خداوند همه ما رو حفظ کنه. امیدوارم. خیلی ممنون، به امید دیدارتون. خدا حافظ شما. دوستان عزیز با آقای احمدعلی مسعود انصاری بودیم. اجازه بدید من فیسبوک ایشون رو که به همین اسم خیلی ساده، حالا اسمشون طولانیه دیگه کارش نمیشه کرد، احمد علی مسعود انصاری، هم بالا توی اون آدرس بوک نوشته هم این پایین بغل عکسشون، عکسشون هم عکس خانوادگی است، احمد علی مسعود انصاری، و باشون در تماس باشید. ضمناً سعی میکنم برنامه بعدی یه مقداری به اصطلاح زودتر باشه، ولی اجازه بدید که من حالا این آگهی کتاب ایشون رو هم بهتون نشون بدم و یه جایی گذاشتمش که پیداش کنم حتما به شما نشون خواهم داد. آقای انصاری اینجاست و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، میتونید آگهی به اصطلاح بیزینستون سرویستون رو داشته باشید و اگرم کتابی نوشتید میتونید اینجا نوشتن به اصطلاح کتابتون رو به دوستان معرفی کنید. ممنونم از دوستی که در برنامه قبلی 2 تا از این کتابا رو از ما از تلویزیون مردم خریداری کرد و گفت حمایت رو ارسال میکنه. با هم بریم کتاب آقای انصاری رو ببینیم و بشنویم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدایی که یکیست و هرچه است از اوست و بازگشت همه ما به سوی اوست. حضرت عیسی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید حقیقت را پیدا کنید و حقیقت شما را آزاد می کند. برای آینده بهتر باید گذشته خود را بهتر بشناسیم، به خصوص اگر هدف گروهی برگرداندن گذشته به آینده باشد. به لطف و بزرگی حضرت حق و به شکر او به اطلاع تمام علاقمندان به تاریخ معاصر ایران می رساند که کتاب سوم احمد علی مسعود انصاری به نام ناگفته هایی از تاریخ معاصر که مکملی بر کتاب های من و خاندان پهلوی و من و رضا می باشد که شامل مصاحبه ها، مقالات و جوابیه های احمد علی مسعود انصاری است توسط شرکت آمازون منتشر شد.
از جمله عناوینی که می توانید در این کتاب از مصاحبه ها، مقالات و جوابیه ها مطالعه بفرمایید به شرح زیر است. 1. چرا شاه از ایران رفت؟ 2. تلاش های هاشمی رفسنجانی برای عادی سازی روابط با آمریکا. 3. سقوط شاه از نگاه نزدیکان فرح پهلوی. 4. فرح با فساد اقتصادی مخالف بود. 5. سقوط سلطنت تقدیر الهی بود. 6. آیت الله شریعت مداری، شاه و احمد علی مسعود انصاری. 7. نقش فرح و یاران در انقلاب ایران. 8. پیدا و پنهان رضا پهلوی. 9. جبر و اختیار. 10. پاسخ به اظهارات فرح پهلوی. 11. پاسخ به شعبان جعفری و 12. پاسخ به پرویز ثابتی. علاقمندان می توانند این کتاب را از شرکت آمازون خریداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به توضیحات و لینک زیر این ویدیو توجه فرمایید.